بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی شطرنج فیشر ما بین مگنس کارلسن و علیرضا فیروزی توی بازی رفت، بازی که علیرضا میزبان بود، یعنی مهره سفید رو داشت، دیدیم که به خوبی تونست از پس مگنس کارلسن بر بیاد و حالا توی بازی برگشت فقط یه مساوی میخواد تا بره توی چهارتای اول و شانس قهرمانی رو داشته باشه. ولی هر رفتی یه برگشتی داره مگنس کارلسن. بیدی نیست که با این بادها بلرزه، خیلی توی مسابقات این اتفاق براش افتاده، توی قهرمانی جهان، توی جام جهانی که عقب افتاده تونسته کامبک بزنه، بازگشت بزنه و به مسابقات برگرده. بریم ببینیم این بازی چی میشه. اینم بگم که من امروز چشم و سر و حسن کل بدنم خیلی درد میکرد و یکم دیر این ویدیو به دست شما میرسه، شاید همون انرژی گذشته رو ندم. سعی میکنم فان ماجرا رو هنوز حفظ کنم و امیدوارم که شما هم از این ویدیو حمایت کنید. شطرنج فیشر فقط تنها مهره‌ای که جاش اوکیه رخ آیه که بقیه مهره ها به هم ریخته هستن. شطرنج خلاقانه یه که بابی فیشر بزرگ ارائه داد که حفظیات و اینها رو بذاریم کنار، دیگه شطرنج بازی کنیم که هیچ کس نتونه با توسط حافظش بازی خوبی رو انجام بده. کارلسن با ای4 بازی رو شروع میکنه. علیرضا می5 کنترل مرکز صورت میگیره. g3 c6 c3 g6. علیرضا تو این بازی میگه من یه مساوی میخوام، هر کاری تو بکنی منم اون کارو میکنم. خیلی هاتون شاید این کار رو انجام داده بودین. کسی هست این کار رو انجام داده؟ اگه انجام داده توی کامنت ها بنویسین. من خودم یه بار این کار رو انجام دادم زمانی که توی شطرنج آموزشگاه اینا بازی میکردم، بعدم باختم. معمولا جواب نمیده، ولی خب علیرضا اینجا یه برنامه خوبی رو داره و به این فکره که بیاد یه تعادلی رو بگیره. رخ F1 مشکلی که این نوع بازی کردن وجود داره معمولا این که سفید یه زمان جلوه. سفید الان میخواست F4 رو بازی کنه، کل این حرکاتش و به F4ش هم میرسه، میگه خب حالا بریم مرکز رو باز کنیم. علیرضا میگه خب تو مگنس کارلسنی، تو هر چی بازی کنی ما هم همون کارو میکنیم. F3 بعد F4 حالا یه مشکل پیدا شد، این اسب توی فش جاش خوب نیست دیگه، این زمانی که سفید جلو این کار میکنه با وزیر میزنه توی چا وزیر D5 بریم مساوی. این آی کارلسن میگه نه وزیر رو میذاره B4، میشینه به پیاده B7. شاید حرکتی که علیرضا ندیده بود از قبل. مشکلات زیادی وجود داره. اگه بخواد قلعه بره توی این جناح، اون وقت این فیل ها رو نگاه کنید که توپخانه بسیار قدرتمندی هستن. این اسب میتونه وارد G4 و C4 بشه. مهره های سیاه جاشون اصلا خوب نیست. علیرضا B6 رو بازی میکنه که در لحظه حساس بازی تصمیم درستی نبوده. A5 رو کامپیوترها پیشنهاد میدن که بعد از وزیر در B7 رخ B8 و بعدش رخ در B2 سیاه جبران کافی رو داشت، ولی خب حرکت سختی بود. B6 به خصوص تو شرایطی که بازیکن به دنبال تساوی، بیشتر به دنبال اینه که وضعیت رو ساده نگه داره، وگرنه خود علیرضا بود اینجا مثلا به دنبال برد بود، به نظر من قطعا A5 رو بازی می‌کرد. B6 D4 و اینجا کارلسن میاد مرکز رو میگیره، میگه وزیرتو بردار، وزیرم جای خوبی نداره که بره، بره G5 H4 رو کجا میره. انجین این رو میگه، ولی خب علیرضا یه تصمیم اشتباه دیگر رو انجام میده و پیاده آش دوبل میشه. توی ویدیو قبلی گفتیم که کارلسن پیاده آش ضعیفه، اگه بهش خوردیم این کار رو انجام بدیم از پیاده آش استفاده کنیم، ولی الان معلومه که خودش هم میتونه از این چیز استفاده کنه و پیاده آیا حریف رو ضعیف کنه. سیاه یه D5 میخواد که به بازی برگرده. کارلسن میگه از D5 خبری نیست. وقتی که زد قلعه بزرگ، حالا میخواد پیاده رو پس بگیره. 4 تا ضعف داره. رخ C8 از در D5. سفید یه اسب رو میکاره توی مرکز، مهرهاش رو کم کم همونطور که میبینید میاره توی بازی. آسه امکانات حریف رو هم دفع میکنه. این اسب حریف خوبه، به سبک آناتولی کارپوف اینجا رو بازی میکنه، میره مهره خوب حریف رو تعویض کنه. با تعویض کردن مهره خوب حریف برتریش بیشتر میشه. کاسپاروف میگه که کارلسن ترکیبی از کارپوف و فیشره. از چه لحاظ شبیه کارپوف؟ برتری های خیلی ریز رو میتونه تبدیل به برد کنه، به وضعیت برنده، و از لحاظ توانایی شطرنج این که چقدر عزم راسخی داره توی شطرنج، که چقدر میتونه بازی ها رو طول بده. فیشر میدونید توی خیلی از بازی هاش میکشوند آخر بازی، حالا برد های تاکتیکی اینها هم داره، ولی حریفانش رو زجر میداد، بعد یه جا میزد میبردشون و روشون تأثیرات روانشناسی خیلی زیادی رو داشت و عزم با برد خیلی زیادی رو داشت، اصلا به مساوی رضایت نمیداد. حالا کارلسن ترکیبی از این دوتا غول دنیای شطرنج، ببینید چی کار میکنه، میاد مهره بد حریف رو تعویض کنه. توی این بازی رفته توی جلد آناتولی کارپوف. الان اگه میزد مشکل اینه که بعد از ده دری شیش این اسب جایی نداره بره، هرچند خیلی هم بد نبود، ولی خب کارلسن میگه این کارو نمیکنیم، حالا اسب رو برمیگردونه، باز میخواد بره از این خونه ها استفاده کنه. الان تنها مهره خوب حریف چیه؟ این فیلشه توی E5. میگه کیش، میگه فیل میزنی توش؟ میگه نه بابا تنها مهرمه. میگه حالا کیش میدم، میزنم حتی پیاده بدت هم درست میکنم برات، هیچ مشکلی ندارم، ولی دو فیل دارم، همه مهرهات الان بدن، همه مهرهام خوبن، یعنی همه مهرهام خوبن. حالا باز
علیرضا دنبال اینه که یه چیزی مثل اسلحه 4 یه جایی بازی کنه و میگه خب اوکی یه فعلا معلوم نیست چی کار کنه و کالسه میاد به 4 رو بازی میکنه، پیاده دوبل حریف رو آب میکنه. برای چی؟ برای اینکه یه شاه به 2 بازی کنه رو خب به کار آیک. اینو من 100 سال بازی نمیکردم سر صفحه دیگه، هیچی نداره سیاه اینجا. جه 4 رو بازی میکنه، شاه به 2 رو خب میذاره به 8، میخواد آ 5 بازی کنه. تفکر پیشگیرانه غولش کی بوده پتروسیان و آناتولی کارپوف، باید جلوی آ 5 رو بگیریم. اسب میکاره 3-7، میگه اسبتو بده ما، زد میزنه. حالا اگه آ 5 بازی کنی رخ ده 7 کار تمومه، میبازی، چون اگه اسبتو تکون بدی مثلا به 5 دو تا فیل یه پیاده وزیر میشه. اسبو میکاره به 5 رخ ده 7، بازم آ 5 نداری چون که فیلو میکاره ده 5 آچمزی کار تموم میشه، نمیشه. شاه اف 6 میگه بده من پیاده تو. حالا پیاده رو زد، فیل هم رنگ، پیاده رونده داره، فیلو میذاره جی 6 رخ 6، رخ میره تعویض، تعویض نمیشه، پیاده رونده میرونه. سیا حالا یکم شانس این پیاده رو داره، میگه خب بیا حالا من مشکلی باش ندارم، این پیاده رو البته دفاع کرد. 3-4 بسیار عالی. ایسه اگر حالا ببخشید الان 3-4 بازی میشه، اگر ایدو رو بازی کنه رخ برمیگرده آ 1 رو شاه هم میاد 3-3. علیرضا شاه میذاره F5، رخ میره آ 8 و داره رخ برمیگرده ای 8 و این پیاده رو میگیره و سیاه چی نداره. علیرضا اینجا تسلیم شده. ببینیم چی میشد اگه ادامه میداد. ایدو رخ میومد ای 8، خب چیکار کنه؟ مثلا رخ به 8 حتی رخو بذاره جلو دستش نمیزنه، رخ اینجا ای شاه 3-3 میاد کار تموم میشه. مثلا فرض کنید رخ ده 8 شاه 3-3 شاه F6، حالا این پیاده رو میرونه، رخو بذاری اینجا، اینم میرونه. حالا فیلتو باید برداری چون دارم با شاه میزنم، فیلو که برداشتی میزنم تو این دیگه، دوتا پیاده اینجا داره، اینا رو وزیر میکنه، بازی رو میبره. کامبک اول، بازگشت اول رو آقای مگنس کارلسن زد، به مسابقات برگشتن، شد 1-1. میرن بازی های تای بریک، بازی های تکمیلی، مثل وقت اضافه فوتبال تو بازی مساوی شدن رفت و برگشت شده 2-2. رئال مادرید اتلتیکو مادرید رفتن حالا وقت اضافه، حالا تو وقت اضافه به هم دیگه میخورن و دیگه باید یکیشون یکی رو حذف کنه. بریم بازی اول وقتای اضافه تای بریک رو با هم دیگه ببینیم. علیرضا فیروزجا مهره سفید رو داره، بازم میبینید که مهره ها به هم ریخته هستن. البته این بار بهتره، مثلا این شاه جای خودشه، فیل جای خودشه، رخ جای خودشه، اسب جای خودشه، این مهره ها به هم ریخته هستن و خب یکم خلاقانه تر میکنه بازی رو. و با هر بازیکن هم 15 دقیقه وقت داره، به ازای هر حرکت 10 ثانیه اضافه میشه، همون وقت اضافه فوتبال دیگه، 15 دقیقه وقت دارن. 3-4 از همین ابتدای بازی میخواد پیاده 7 رو بزنه. کارسه میگه نه داداش کجا داری میری، به 4-3-5. حالا این میخواد پیاده 8 رو بزنه، میگه تو بیا بزن، میزنه اسب F3، این یکی رو بزنی رخ میاد J1، وزیر جاش خیلی بده، پس نمیزنه، میره عقب. 4 کنترل مرکز از سمت سفید، علیرضا فوق العاده بازی میکنه، میگه اسبتو بردار. کارلسن رخو میذاره B8، وزیر D3، اسب رو میذاره G4 و اینجا یهو قله میره و بعد از این قله همه چیز یهو عوض میشه دیگه، با بین شاهرخ هیچی وجود نداره. اینجا کارلسن مرتکب اشتباه بدی میشه، باید اسبش رو به G6 میذاشت و تنش رو در مرکز حفظ میکرد، ولی میزنه تو D4، یهو وزیر در D4. حالا اسب رو میخوای کجا بری آقای مگنس کارلسن، چیکار داری میکنی؟ و اسب رو اگه مثلا بره عقب چه فضای خوبی داره سفید. این یکی اسبش رو میاره، اسبش توی H6 تقریبا احمقانه به نظر میرسه، توی گوشه صفحه هیچ کاری نمیتونه بکنه. کارلسن اینجا به این نتیجه میرسه که خب من اگه اسب بذارم H6 میبازم این بازی رو بلیاز، یه F5 میندازه اینجا، خیلی فکر میکنه، یه 4 دقیقه رو فکر میکنه. F5 تصمیم خیلی سختیه چون سفید میزنه آن پاسان، هنوز قله نرفتی، باید با اسب بگیری و فیل F4 نشست به رخ وزیر. D6 نداره سیاه، D6 بازی کنه 3-5 تموم بازی همونجا، یعنی D6 3-5 تموم که نمیتونی که بزنی چون رخ و وزیرت با هم دیگه زیر ضربن، نزنی سفید میزنه تو D6 کار تموم میشه. کارلسن اینجا دیگه اوضاعش بده، وزیر رو میذاره به 7، ولی اینها رو پیش بینی کرده بوده آیا اینجا داره سری بازی میکنه. و اینجا جالب اینه که علیرضا میزنه توی B8 ولی انجین ها میگن فیلتو بذار 3-2، بذار اصلا فرار کنه، رخو گذاش B8، رخو بذار B1، این رخ اصلا به چه دردی میخوره، فیلت اینجا شاهکاره. ولی میزنه خیلی هم خوبه. حالا یه چیزی که هست که میگن برتری پوزیسیونی رو با برتری مهره عوض نکنید، کیفیت رو با کمیت عوض نکنید توی شطرنج، بعدن بهش میپردازیم در مباحث استراتژی. اینجا که میزنه سیاه یکم دستش بازتر میشه، مهراش باز میشن، ولی فیل 3-2 خیلی حرکت قشنگی بود. فیلو میزنه تو B8، پس میگیره برتری خیلی زیادی، 1.99 فوق العاده، ولی خب سیاه یه جبرانهایی داره، قله میره با شاهش رو به امنیت میبره، وزیر 3-7. اینجا حالا مثلا میگه رخ F3-1 بهتر بود، ولی خود از جسم خوبه. E6 باز رخ F3-1 رو پیشنهاد میده، اسب B4 بازی میشه، تعویض اسب ها صورت میگیره، فیل F6، فیل E7 و اینجا جاییه که شاید علیرضا باید میرفت دنبال تعویض وزیر،
که اگر فیل میومد D6 وزیرش رو میتونست بکاره این ور و وزیرش جای خیلی فعالی میره. وزیر رو که میذاره D3 کارلسن G6 بازی میکنه، از D4 هنوز سفید برتری خیلی زیادی رو داره. اسب سه من واقعا خوشم نمیاد، شاید میگه اسب برگرده F3. اسب سه یه طرح ساده ای رو داره، میخواد C5 بازی کنه، مهره های حریف رو ببنده. اینجا F4 رو هم بازی میکنه، باز شاه C5. F4 حرکت اول انجینه، ولی شاه سفید ضعیف میشه توی این قطر، به این دلیله که من دوستش ندارم. شاید C5 اگه بزنه که همیشه رخ C1 داریم، اگرم نزنه حالا امکانات خیلی خوبی رو داریم، ولی F4 رو بازی میکنه. حالا اسب اگه تکون بخوره فیل در G6 داریم، پس تکون نمیده، شاه میذاره G7، از پیادش دفاع میکنه و حالا سیاه داره از D6 میاد. باز باید علیرضا C5 بازی میکرد و بعد فیل در C5 میزد و بعد وزیر در C5 مثلا شاه H2 این فیله رو باید عوض میکرد، ولی اگه شاه میذاره H1 میگه حالا بعدن C5 بازی میکنیم، سیاه اسب میذاره D6 میشینه به فیل، نمیتونی که فیلو برداری، پیاده C4 رو میزنی، C5 بازی میکنیم، میزنه سیاه به تعادل رسید. فیل های فوق العاده قدرتمندی رو داره، کیش وارد آخر بازی میشن، سفید یه تفاوت جلوه، ولی خب اگر دقت کنی سیاه رخا رو عوض نمیکنه، یه فیلشو میخواد بکاره توی D5 و شاید حتی خیلی از بازیکنان اینجا سفید رو بردارن. رخ F4 میاد توی که ستون دوبل کنه، G5 اینجا بهترین حرکت کارلسن بود، بازی نمیکنه، فیل میذاره D5، رخ اینجا میزنه تو پیاده، بازی متعادل، این حرکات بازی میشه، یه جفت رخ عوض میشن، یه سری پیاده هم عوض میشن، بازی کماکان متعادل. علیرضا یکم دست بالاتر رو داره، به دنبال برد میره، میخواد اسبشو یه جاهایی بکاره D4، رخشو بکاره A4، توی تنگه زمانن هر دو بازیکن، فیل میاد C3، رخ میره A4، E5، سیاه پیاده رو میرونه، یکم برتری به سمت علیرضا رفت. E4 میخواد پیاده رو همینجوری بیاد تا وزیر، میگه خب اسب میام پیاده رو دفاع میکنم. E3 صحنه حساس بازی، سفید اگه اسب دو بازی کنه با فیل C4 مواجه میشه، پس چیکار کنیم؟ علیرضا میاد رخو میذاره D6، توی تنگه زمان مرتکب اشتباه میشه، اگر رخو میذاش اینجا بعدش میتونست اسبو بذاره اینجا، بعدش شاه کم کم بیاره سمت پیاده این رو دفاع کنه و شاید یه روزی پیاده ها رو روند. دست بالاتر با سفید، هفدهم انجین ها به سفید برتری میدن، ولی رخو میذاره D6 و من فکر میکنم این حرکت رو از قبل بررسی نکرده بود که فیل در A2 وجود داره اینجا. حالا باز انجین ها میگن رخ A6، ولی این رو میزنه، E2 داره پیاده وزیر میشه، مجبوره که رخ بیاد و حالا کارلسن وارد آخر بازی میشه که یه پیاده جلوه، قاعدتا مساویه، ولی اینجا کارلسن وارد سبک فیشر میشه و حریفش رو اذیت میکنه. البته خود کارلسن واقعا تو این سبک فوق‌العاده هستش. سفید یه شانسی داره، اگه بتونه پیاده اسب رو بزنه توی پیاده جه، سیاه پیاده اچش باقی بمونه، بازی مساوی میشه، چون که این پیاده آخرش سفیده و با فیل هم رنگ نیستش، حالا بعدن بهتون نشون میدم. علیرضا اسبش رو مدام تکون میده، حالا میره دنبال پیاده و یه حرکت بسیار زیبا از کارلسن، فیل دهش نمیتونی این رو بزنی، چون فیل رو میکاره E7، شاه بر میگرده و میاد اسب رو میگیره. در آینده این فیل فوق العاده قدرتمند داره، این اسب رو کنترل و تحت سلطه خودش قرار میده. اسب کیش، شاه میاد اینجا از C5 میخواد کیش بده، فیل B6، اسب بر میگرده D3، علیرضا خیلی خوب دفاع میکنه، هر دو بازیکن در تنگی وقت هستن، G5 اسب رو میذاره F7، اسب 6 الان اگر توی اینجوری که نه، اگه شاهش توی H1 بود این بازی مساوی بود، با اسب میزد توی G4، بعد شاه در G4 دیگه سفید همینجوری شاهش رو اینجا تکون میداد، سیاه هیچ راه بردی نداشت، ولی الان نمیتونه. ببینید مثلا کارلسن فیلو میذاره C5، الان بزنید توی G4 با شاه میزنه و شاهت نمیتونه وارد خونه H1 بشه، باید بتونه وارد خونه H1 بشه، این فیله نمیذاره وارد خونه H1 بشه، پس فعلا نمیتونه بزنه. اسب میره G8، هر دو بازیکن در تنگ زمان، بازم بزنی همون جاریانه نمیزنه، اسب H5 شاه H4، چند تا حرکت دیگه بازی میشه، کارلسن مدام به دنبال اینه که علیرضا رو به اشتباه بندازه و بالاخره G3 بازی میشه، حالا میخواد دیگه شاه رو برسونه G2 و بیاد توی خونه H1 و G2 اینجا مانور بده. خب یه پیشروی خوبی رو انجام داد، ولی الان مشکلی که وجود داره اسب سفید تحت سلطه فیل سیاهه، اسب که وارد F4 میشه فیل E5، الان اگه بتونه بزنه توی اسب بازی میشه برنده برای سیاه و توی خیلی از شاخ‌ها، مثلا اگه الان اسبو بذاریم E2 شاه میاد توی E3، اسبو بذاریم توی G1 احتمال داره به زوگزوانگ بیافتیم و مجبور باشیم اسب رو بدیم، بلکه علیرضا حرکت قشنگ رو پیدا میکنه، اسبو میذاره H3، الان همون نکته‌ایه که گفتم، اگه بزنه با شاه پس میگیره و شاه در نهایت میرسه خونه H1، این پیاده رنگش با این فیل توی خونه ارتقا یکی نیست و سیاه نمیتونه این پیاده رو وزیر کنه، قبلا خیلی راجع به این صحبت کردیم. شاه میذاره E3، کارلسن نمیزنه، برمیگرده H5، ولی حالا اگه بزنیم پیاده J دیگه فرق میکنه، پیاده گوشه فقط این جاریان رو داره، پیاده اگه الان بزنیم دیگه به درد نمیخوره.
اسب دوباره برمیگرده تو H3، تنها مانور دفاعیش این، الان اسب جای دیگه ای نداره بره اینجا. شاه میاد اینجا، کم کم اسب رو تحت کنترل خودش قرار میده. اسب اینجا دوباره، اسب G5، شاه اینجا، اسب دوباره برمیگرده H3، اسب دوباره برمیگرده و کارسه میبینید داره ادامه میده. شاید خیلی از بازیکن اینجا بگن خود دیگه تموم دیگه، این همون لقبیه که من بهش دادم، سبک شطرنج پادشاه تاریکی دنیای شطرنج، اینه که این وضعیت‌ها رو ادامه میده. این بازی شما رو یاد کدوم بازی میندازه؟ بازی که با پرهام مقصودلو داشت توی سری قهرمانی جهان، کارلسن رو خواهی پیاده داشت، پرهام اسب دو پیاده و چقدر ادامه داد تا پرهام رو به اشتباه بندازه. آیا میتونه علیرضا رو هم به اشتباه بندازه؟ باید ببینیم. اسب برمیگرده و فیل میاد توی B6، حالا به یه جای دیگه اومد فیله و بعد از اسبش فیلیسه. حالا علیرضا اسب F2 رو داره، چون اگه بزنه بازم بازی مساویه. شاه در F2، شاه E4، شاه E2، تقابل رو میگیره. کارلسن دوباره میره دنبال طرح این که شاهش رو از اینجا بتونه وارد کنه. اسب میاد اینجا، کی؟ شاه اینجا. و اینجا لحظه بسیار حساس بازی هستش. علیرضا فیل، خودتون رو تو این حالت بذارید، ضربان قلبش اینجا بالای 130 تا بود. کارلسن نمیدونم چه جوری ضربان قلبش همیشه پایینه، به زور یه جاهایی دیگه خیلی حساس بشه میره 100 تا دیگه، مثلا معمولا 70 80 تا. اینجا جاییه که علیرضا فیروزجان مرتکب اشتباه بزرگی میشه و اسبش رو از دست میده. اسب باید میومد توی خونه B2 که میره توی B4. بریم ببینیم توی B4 چجوری از دستش میده، بعدن برمیگردیم میبینیم حرکت درست چی بود. فیل میره توی C5 و الان میبینید که شاه و فیل دارن میان اسب رو احاطه میکنن. فیل میره توی E7، اسب اینجا، فیل میاد توی B4، نمیذاره از A5 در بره، از اینجا هم در بره. شاه کم کم میاد میگیرتش، اسب میذاره D8، فیل C3. حالا نکته اینه که نمیذاره اسب F7 بیاد، چون میخواد فیل F6 رو بازی کنه و این اسب رو ببینید چجوری دامینیشن به این میگن توی شطرنج، تسلط. شاه F2، فیل F6، اسب اینجا، فیل D4، کیش. و اینجا علیرضا فیروزجا تسلیم میشه، چون اگه شاهش رو به G2 بذاره فیل وارد خونه B6 میشه، دیگه اسب هیچ جایی نداره بره و شاه C6 میاد میگیره و شاه سفید هم نمیتونه بیاد به این پیاده ها نزدیک بشه. این بازی رو علیرضا فیروزجا باخت. بریم توی اون لحظه حساس بازی که اینجا بود، بعد شاه E4 باید اسب رو به B2 میذاشت که تصمیم کمی سختی بود و مثلا حالا انجین میگه شاه اینجا، باز اسب برمیگشت و این شاه اینجا به درد نمیخوره. اگه فیلم میذاشت اینجا میتونست اسب رو به C4 بیاره و بعد از شاه D4 فکر میکنم از D2 من بهترین مانوره و از اینجا به بعد اسب F1 اسب H2 این مانور، فکر میکنم اگه به اسب F1 اسب H2 برسیم دیگه راهی نداره، یعنی من فکر میکنم اینجا دیگه سیاه راهی نداره برای نفوذ. این اسب هی بیاد و بره، چیزی نمیبینم به این شکل دیگه، یعنی اگر بخوایم به این دوتا خونه برسیم دیگه سیاه راهی نداره و به مساوی میرسید. ولی خب توی تنگی زمان توی این وضعیت اشتباه میکنه، اسب رو به B4 میذاره و بعد از فیل C5 اسب متاسفانه گیر میکنه. اگر اسبش هم میومد اینور باز شاه می اومد و اسب جایی نداشت بعدش بره و می گرفت اسب رو. پس اینم از این بازی. علیرضا فیروزجا این بازی رو باخت و در بازی چهارم متاسفانه نتونست کامبک بزنه و مگنس کارلسن تونست بازی رو ببره. یک کامبک خوبی رو زد شد پاریس سن ژرمن رئال مادریدی که یکیش بازی رفت رو زده بودن. توی بازی برگشت بنزما هتریک کرد، 3 تا زد و زیرو برد. کارلسن هم اینجا 3 تا زد، نشون داد که هنوز پادشاه دنیای شطرنج. چقدر قدرتمند بازی کرد، چه ذهنیتی داره. بازی اول سبک کارپوف، بازی دوم سبک فیشر، یعنی واقعا کاسپاروف درست گفته، یعنی این حرفش واقعا درسته. بازی دیگه چه اتفاقی افتاد؟ خسته نباشیدم میگیم به علیرضا عزیز، خوب بازی کرد واقعا دیگه. کارلسن بردنش چند جون داره اینجاها و سخته بتونی ببرش. یه بازی اول خیلی خوب بردش، ولی توی بازی دوم هم توی بازی اول وقت‌های اضافه هم داشت می‌بردش که دیگه تکنیک خودش رو نشون داد مگنس کارلسن. و امیدواریم تجربه خوبی بگیره از همه اینها برای کاندیداتوری. کاروانا که دیروز گوکش رو برده بود امروز یه مساوی کرد رفت بالا. لئون آرونیان بازی رو برد، یه لحظه از اون بازی رو هم نشون میدم. دینگلیرن هم متاسفانه با عبدالستاروف مساوی کرد، خیلی بند خدا تحت فشار شدیدیه. حالا قرار یه ویدیوی امروز میگم، اصلا قرار بود راجع به دینگلیرن یه ویدیوی بسازم، کاورش هم آماده کرده بودم ولی اینقدر چشمم درد میکرد دیگه اون رو نرسیدم بسازم، اصلا ویدیوی برای کانال انگلیسیم هم نساختم. فقط همین ویدیو بریم لحظه آخر بازی آرونیان رو هم ببینیم. بازی قشنگی بود این چند تا حرکت آخرش. آرونیان وضعیت خیلی خوبی رو داشت، وزیر حریف توی B8 بود از ابتدای بازی. میگم یه شطرنج فیشر گاهی مهره‌ها بیرون نمیاد و اینجا ببینید چجوری بازی میکنه. دو فیل فوق‌العاده قدرتمند رو داره، شاه حریف بسیار ضعیفه، با یه E4 بازی رو باز میکنه. حریف خب میگه
بیا اینها رو عوض کنیم و اینجا حریف رختری 4 رو دیده از قبل، چون اگه بزنه وزیر در جهش کار تموم میشه، ولی خب روی رخی 6 حساب کرده بود، گفته بود حالا دیگه دارم به بازی برمیگردم، یه بشیشی چیزی که آرونیان وزیر رو میذاره G7 با ایده مات، با رخ و وزیر داره مات میکنه، یه D6 بازی میکنه، میگه خب دفاع شد، رخ در D6 حرکت فوق‌العاده آرونیان که وینسنت کیمر رو مجبور به تسلیم میکنه و بعد از 3 در D6 فیل به شیشکیش اینجا رخ اینجا مات و کار تموم میشه، مجبور وزیرش رو برای اولین بار توی بازی تکون بده و میزنه مات میکنه. اینم از این بازی، اینم از جدول مسابقات، دیدیم که این اتفاقات افتاد. حالا نودیربک عبدالستاروف در دور بعدی خورده به مگنس کارلسن، بازم این دوتا به همدیگه خوردن، آرونیان و کاروانا هم به همدیگه خوردن، بازم یه فینال دیگر رو داریم، عبدالستاروف کارلسن فوق‌العاده قدرتمندن. یه کارلسن زد علیرضا رو اینجوری بود، به نظر من میزنه چه دور قبل همه رو درست پیش بینی کردم، فقط دیگه علیرضا کارلسن رو نتونست ببره، بقیه رو درست گفتم. این بار میگم کارلسن میزنه عبدالستاروف رو میبره، کاروانا هم میزنه آرونیان رو میبره. شما هم یه پیش بینی برای ما توی کامنت ها بنویسین، از شطرنج و زندگی هم لذت ببرید.